با ادامه تلاش ها برای متوقف کردن همه‌گیری کرونا، اکنون این سوال مطرح است که واکسن های کنونی برای چه مدت استفاده خواهند شد؟ واکسن هایی که تا امروز باعث کاهش قابل توجه موارد مرگ و میر شدند، اما همچنان شاهد موج های کرونا در برخی نقاط جهان هستیم. سر جان بل، یکی از متخصصان شناخته شده ژنتیک، میگوید دانشمندان اکنون باید بر توسعه واکسن‌های تمرکز کنند که مانع از انتقال و گسترش ویروس کرونا می‌شوند. او میگوید هیچ کدام از واکسن‌های موجود موفقیت قابل توجهی در جلوگیری از انتشار ویروس ندارند و با ظهور سویه‌های جدیدی مثل اومیکرون، قدرت سرایت پذیری کرونا بیشتر شده است. این متخصص ژنتیک همچنین هشدار داده واکسن‌هایی که برای یک سویه خاص طراحی می‌شوند، ممکن است از واکسن اصلی ضعیف تر عمل کنند. بنابراین راه حلی اساسی برای مقابله با همه‌گیری محسوب نمی‌شود. مشکل واکسن‌های فعلی این است که نمی‌توانند در وهله اول از ابتلا به کرونا جلوگیری کنند و تنها به تقویت سیستم بدن در برابر بیماری می‌پردازند. اگر بدن را یک قلعه در نظر بگیریم، واکسن‌هایی که به بازو تزریق می‌شوند، در واقع بخش‌های داخلی این قلعه را تحت حفاظت قرار می‌دهند و ورودی‌های قلعه یعنی دهان و بینی همچنان بدون حفاظت باقی می‌مانند. در نتیجه با وجود وضعیت نسبتاً مطلوب واکسیناسیون در کشورهای مختلف، باز هم شاهد موج‌های کرونا هستیم. موج‌هایی که باعث بستری شدن افراد آسیب‌پذیر می‌شود. عده‌ای زیادی را با اثرات طولانی مدت کرونا درگیر می‌کند و اقتصاد را همچنان تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما دانشمندان امیدوارند با توسعه و استفاده از واکسن‌های استنشاقی کرونا که در بینی اسپری می‌شوند، به کنترل همه‌گیری کمک کنند. این واکسن‌ها با ایجاد ایمنی مناسب علیه کرونا در بینی و گلو که دروازه‌های ورودی ویروس به بدن محسوب می‌شوند، می‌توانند به میزان قابل توجهی از ابتلا به این بیماری جلوگیری کنند. تاکنون تنها یک واکسن استنشاقی توانسته سهم گسترده‌ای در بازار واکسن‌ها پیدا کند و آن هم یک اسپری بینی آنفولانزا است که توسط شرکت آسترازنکا تولید می‌شود. این واکسن حاوی ویروس ضعیف شده آنفولانزا است که وارد سلول‌های پوششی داخل بینی می‌شود و واکنش ایمنی بدن را تحریک می‌کند و در جلوگیری از گسترش ویروس هم مؤثر است. ویژگی که دانشمندان می‌خواهند در واکسن‌های کرونا نیز آن را به وجود بیاورند. هم‌اکنون 10 شرکت داروسازی جهان در حال توسعه واکسن‌های استنشاقی مخصوص کرونا هستند که از جمله آنها می‌توان به آزمایشات شرکت آسترازنکا و دانشگاه آکسفورد اشاره کرد. اما همچنان برای ساخت یک واکسن استنشاقی که بتواند به شکل کامل از ورود ویروس کرونا به بدن جلوگیری و ایمنی مناسب و ماندگاری ایجاد کند، راهی نسبتاً طولانی باقی مانده است. واکسن‌های استنشاقی شاید کلید پایان کامل کرونا باشند و حتی بتوانند بشر را در تلاش برای جلوگیری از ظهور بیماری‌های همه‌گیر آینده نیز یاری کنند.